بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خدمت عزاداران گرامی، وارد شام غریبان شدیم از ماه محرم 1444 هجری قمری. در خدمت سخنران محترم خانم زهرا موئینی هستیم. ایشان مدرس دانشگاه CUMY در شهر نیویورک هستند. ایشان مدرک کارشناسی ارشد خیش را در همین شهر ما در رشته مطالعات اسلامی از دانشکده الهیات دانشگاه شیکاگو دریافت کردند. علاقمندی پژوهشی ایشان بررسی جنبه های ادبی و اخلاقی قرآن مجید است. وی به همراه خواهر خیش خانم دکتر مریم موئینی مرکز آموزشی ادیب را برای آموزش مجازی کودکان و نوجوانان مسلمان آمریکایی در شهر نیویورک پایگذاری کردند. adibtc.com. انشاءالله در جلسه دیگه در خدمت ایشان خواهیم بود برای معرفی این مرکز آموزشیشون. در خدمت ایشان هستیم با سخنرانی با عنوان کربلا، تقدس زبان و توحید. بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنون. سلام عرض میکنم به همگی. امیدوارم که انشاءالله حال همه دوستان خوب باشه. خیلی وقتی که دوستانی که شیکاگو هستن بودن و من اون زمان که بودم خیلی وقتی که ندیدمشون و دلم خیلی تنگ شده. انشالله که ما برای حالا دنیای مجازی و فضای مجازی بتونیم حضوری هم همدیگر رو دوباره ببینیم. در همین حال میخواستم از آقای هیدرم تشکر کنم برای به حال زحماتی که میکشن و سخت این برنامه ها رو ارگنایز کردن و انشالله که اجازه شاید من ببینم. صحبت من امروز همونجوری که آقای هیدر گفتن تحت عنوان کربلا، تقدس زبان و توحید هستش. و حالا اینکه ارتباط بین این مسائل چی هست دقیقا ان شاء الله یکم بیشتر واضح میشه در طی صحبتم. اما در کل حالا اول صحبت، یعنی یه رودمپ کوچیکی اول بدم، اینه که اول بخش صحبتم رو میخوام اختصاص بدم به یک مسئله‌ای که در خیلی موقعا در مباحث الهیات مطرح میشه، که این هستش که ارتباط بین این زبان ما و من، و اینجا وقتی من میگم زبان منظورم گفتار ما هست، یعنی نه مثلا زبان انگلیسی یا زبان فارسی یا حالا غیره، اما این قدرت تکلم و گفتار ما. و که سوال اینجا هستش که این ارتباط بین گفتار ما و تکلم ما با وجود خداوند چی هستش؟ آیا اصلا زبان قدرت اینو داره که درکی داشته باشه، ارتباطی برقرار بکنه با خداوند یا نه؟ و در همین راستا انشاءالله با نگاه به یکی از نظریه ها، حالا فریمورک هایی که یکی از اساتید الهیات به اسم روان ویلیامز ایشون مطرح میکنن، من حالا سعی میکنم اینو یکم یه آنالیزی انجام بدیم. بعد از این آنالیز انجام میدم، بخش دوم صحبتم رو انشاءالله شروع میکنم که در ارتباط با یک دعایی هستش که امام حسین علیه السلام در صبح روز عاشورا میخونن. یه دعایی هستش که خیلی کوتاهه و اما به نظر من مفاهیم و معانیش خیلی زیاده و انشاءالله ببینیم که شاید آیا خانش این سوال، خانش روان ویلیامز در ارتباط با اون مسئله سوالی که گفتم ارتباطی میتونه برقرار بکنه با این دعایی که امام حسین انجام میدن یا نه، و این که اصلا شاید امام حسین علیه السلام صحبتشون یه قالب جدیدی برای این صحبت ها فراهم بکنه. خب این حالا یه رودمپ کوچیکی بود در ارتباط با این بحث اصلی الهیاتی که گفتم، که ارتباط سوال اینجا بعضی موقع توی بحث الهیات پیش میاد که این ارتباط بین زبان ما، یعنی قدرت گفتار ما، قدرت تکلم ما، درونی باشه یا خارجی از نظر اصوات و لفظ، ارتباط این با وجود خداوند چیه؟ اما قبل از اینکه راجع به این خیلی بحث رو باز بکنم، میخوام اول یه چند تا مثال بزنم راجع به خود این مکانیزمای صحبتمون، مکانیزمای گفتارمون، که یکم انشاءالله بحث بهتر جا بیفته. ناکنید اگر دقت کنید، ما وقتی که صحبت میکنیم، وقتی که تکلم میکنیم، زبان ما و گفتار ما یک مکانیزمای مختلفی داره، کاربردهای مختلفی داره. بعضی موقع ها توصیفیه،
مثلا ما میگیم که ماه در آسمانه، یا نمیدونم این خانه سبز است. اینا یه سری factual statement هاییه، یعنی یک وجود خارجی هست که من اونو دارم affirm میکنم، من اونو دارم میگم که این وجود داره و این توصیفش، این descriptionشه. این یه کارکرد زبانه. یه کارکرد دیگه زبان این هستش که مثلا ما میگیم که من دیروز دانشگاه رفتم، در یه زمان خاصی این اتفاق افتاده، من دارم یه اطلاعاتی رو مثلا میدم. زمانهای دیگه یه کارکرده دیگه یه زبان داره، مثلا من میگم که این کار رو بکن، دارم امری صحبت میکنم، میگم یه کامندی دارم میدم. و در حالتهای دیگه هم ما محاوره میکنیم، ما مکالمه میکنیم با هم دیگه، صحبت میکنیم. من از یک کسی از دوستان میپرسم سلام خوبی حال چطوره، و اونم به من یه پاسخی میده، میگه شاید میگه حالم خوبه، میگه شاید میگه حالم بده، حالا شاید حالش همیشه خوب باشه. بعد حالا بحث این میشه که وقتی که زبان ببخشید مشکل اینجا، یعنی مشکلی که حالا وقتی که میاد به این سوال راجع به اینکه ارتباط زبان و این گفتار با وجود خداوند چی هست، ما اینو باید در نظر بگیریم که تمام این مثالایی که من الان زدم همیشه انگار با یه محدودیت هایی مواجهن. وقتی که من دارم توصیف میکنم مثلا ماه در آسمان هستش، این در یه قید زمان و مکانی داره اتفاق میفته. وقتی که میگم که دیروز دانشگاه رفتم، این داره در یه زمانی اتفاق میفته که در گذشته اتفاق افتاده. وقتی هم که دارم مکالمه میکنم، اونم یه محدودیت هایی داره با افراد دیگه، به خاطر اینکه بعضی موقع ما شاید اصلا حقیقت رو نگیم در گفتارمون، و بعضی موقع اگر هم حقیقت رو بگیم لزوما اون مخاطبمون کامل درک نمیکنه شرایطمون رو، یا اون معانی که پشت این صحبت ما هستش. پس همیشه انگار با یه محدودیت هایی ما مواجهیم. زبان ما، این گفتاری که دارم تکرار میکنم، همیشه انگار توی هر شرایطی مکانیزمای مختلفی که داره با یه محدودیت هایی، لیمیتیشن هایی مواجه هستش. پس سوال اینجا پیش میاد که زبان، پس مکانیزم زبان وقتی که با خداوند که نامحدوده، محدودیتی نداره، لایتناهیه، بدون انتهاست، مطلق، اساس زندگی و خلقت، اساس کل خود هستی هستش، وقتی با همچین وجودی مواجه میشه، یه چیزی که همیشه انقدر محدوده، چه اتفاقی براش میفته؟ آیا اصلا همچین چیزی میتونیم ارتباطی برقرار بکنیم، میتونیم استفاده از زبان داشته باشیم یا نه؟ اینجا رون ویلیامز میگه که حالا در یک سلسله مراتب، حالا سخنرانی هایی که میکنن در گفردز لکچرهاشون هم که یوتیوب هم حالا اویلیبل هست، ایشون میگن که در حقیقت زبان مواجهش با وجود خداوند وقتی اتفاق میفته که در حقیقت انگار یکم اون محدودیت هاش باید یه جورایی شکننده بشه. حالا این معنیش چیه؟ مثلا چه مثالی میتونیم برای این بزنیم؟ ناکنید یه زمانهایی هستش که حالا ما یا شوق خیلی زیادی داریم، یا مثلا نه، برعکس اون یه غمهای خیلی زیادی داریم. زمانهایی که مرگ کسی رو تجربه داریم میکنیم، خدای نکرده، یا مثلا فقدان حالا جسمی، مریض شدیم، یا چیزی که خیلی دوست داریم و وابسته هستیم بهش رو از دست میدیم، یا در شرایط جنگ هستیم. اینا همه اگر دقت کنید یه شرایط هایی هستن که خیلی تروماتیکن، و خیلی از افراد وقتی با یعنی همچین شدت غم و سختی مواجه میشن، اگر دقت کنید تو اون شرایط انگار این قدرت تکلمشون رو از دست میدن، این قدرت این صحبت کردن رو از دست میدن، اون روایت هایی که یه زمانی انگار یه گفتارهایی برای خودشون داشتن، یه داستانی برای زندگی خودشون، برای خودشون هی تکرار میکردن، یه جوره انگار به خطر میفته. اون استحکام اون روایته، من اینم، اینطوری زندگی میکنم، قرار اینطوری زندگی بکنم،
این آینده منه، اینا به خطر میفته، این گفتاره همیشگیه که خیلی بهش اعتماد میکنیم به خطر میفته. اما دقیقا همینجاست، انگار تو این سکوت است که زبان ما باهاش مواجه میشه، که رومن ویلیامز میگه که اتفاقا تو همین شرایطه که انگار این محدودیت، ما مواجه میشیم با محدودیت‌های زبان و گفتار خودمون و انگار یه دریچه هایی باز میشه که ما بتونیم دوباره سخن بگیم. هرچند باید با این سکوت مواجه بشیم، در اصل اتفاقی که نهایتاً داره میفته اینه که یه زمینه‌ای داره ساخته میشه که ما بتونیم یه سخن جدیدی بگیم، یه جرقه جدیدی برای سخن گفتن هستش، برای سخن نو، یه داستان نو، یه روایتی از خودمون، یه روایت جدیدی از زندگی خودمون و آیندمون. پس برای رون ویلیامز این مواجهه و در حقیقت مواجهه زبان و گفتار با وجود خداوند بعضی موقع دقیقا در همین فشارهای عظیمیه که به زبان ما وارد میشه، در این شرایطی که اتفاق میفته. و به خاطر اینکه این اون چیزی که محدوده در اصل داره با یه چیزی که نامحدوده، هیچ شناختی انگار نداره، یه جورایی مواجه میشه و نهایتاً هم انگار در سکوت هستش که رون ویلیامز میگه این اتفاق، این پیونده یا حالا معرفت کسب کردن خداوند از طریق زبان اتفاق میفته در سکوت. حالا یکم به نظر من ما وقتی که به بخش دوم صحبتم دارم کم کم میرسم، یکم من فکر میکنم که این باید یکم این نظریه رو شاید، هرچند خیلی ارزشمند و من خودم خیلی استفاده کردم ازش و فکر میکنم خیلی از ماها شاید در همین شرایط ها هم باشه که معرفتی رو، یه معنویت جدیدی رو تجربه کردیم، یک از نظر اقلا وجودی، از نظر تجربی اکسپریانشالی انگار یه تغییر و تحول اساسی معنوی داشتیم. اما من فکر می‌کنم وقتی که نگاه می‌کنم به اتفاقی که در صبح روز عاشورا می‌افته، یکم مسئله، یه سوالی برای من پیش میاد. چون که صبح روز عاشورا امام حسین علیه السلام، ما می‌بینیم که روایت‌های مختلفی هم هست در این مسئله، یعنی در کتاب‌های مختلفی هم سنی هم شیعه، حالا تاریخ طبری بگیم تا کتاب ارشاد شیخ مفید، می‌بینیم که امام حسین علیه السلام با سوار اسبشون میشن و قبل از جنگ خطبه ای رو میگن. و حالا من راجع به این خطبه که نهایتا با افرادی که در اون صحنه هستن صحبت میکنن خیلی حرف نمیخوام بزنم، بیشتر آغاز این خطبه رو میخوام یه نگاهی بکنیم. ایشون به جای اینکه با تمام فشارهای مختلفی که مواجه هستن، فشارهای متعددی هم هستش، غم و رنج های مختلفی رو باش مواجهن، از یه جهت یک راهی رو اومدن، یک سفری رو اومدن که معلوم نیست آخرش چی بشه، با یک استرابی این سفر رو شروع کردن، با اینکه نهایتاً این پیامی که اسلام داره، این پیام توحیدی که اسلام داره، این پیام خداشناسی، این پیام عدالتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردن، این چی میشه آخرش؟ آیا به این نحوهی که یزید داره ارائه میده ادامه پیدا میکنه؟ آیا یه منتالیتی قبیله گرایی قرار ما یعنی تعریف اسلام بشه که خیلی موقع ها همین یزید و بنو امیه معمولا اینو یه اسلام رو بعضی موقع دعوایی بین بنی هاشم و بنو امیه میدونستن، آیا این تعریف از اسلامی که قراره ادامه پیدا بکنه یا نه؟ این یکی از استراباتی هستش که امام حسین علیه السلام، یکی از فشارهایی که انگار بر زبانشون تحمیل میشه، بر گفتارشون تحمیل میشه در این راه. یکی از نگرانیهای دیگه این که در این راه وقتی که اومدن فهمیدن که افرادی که قرار بوده مخاطبشون باشن، قراره پشتیبانیشون بکنن در این راه، اهل کوفه عهدشون رو شکستن و نیومدن. و این یه تنهایی عجیبی رو برای امام حسین علیه السلام ایجاد میکنه. هر کسی، شاید ما خودمون رو در اون جا بذاریم، این خلوت ترسناکه.
از یه جهت دیگه با افرادی که در همون صحنه جنگ هستن نگوشیشن های خیلی زیادی میشه. حداقل 3 بار این نگوشیشن ها میشه که امام بخواد دوباره برگرده، جنگ نکنه، بلادشدی نباشه. اما نهایتا این حق انتخاب به امام حسین علیه السلام داده نمیشه، یه جور سلب اختیاره، درسته؟ و بجز این هم امام حسین با دلشکستگی های دیگه انگار مواجه میشه، با اینکه قرار اصحابش و خانوادهش در این راه یا فانی بشن، کشته بشن، یا اینکه برن و اسیر بشن. و نهایتا هم خب امام جسم خودشون رو و جان خودشون رو در این راه دارن فدا میکنن. اینا اگر یه دقیقه ما خودمون رو در اون صحنه بذاریم، با تمام این ظلمایی که داره میشه به یک فرد و خانوادهش، به نظر من اینجا یه زمینه ایجاد میکنم از سکوت بکنیم. شاید بهترین کاری که من شخصا بتونم بکنم این سکوت بکنم. اگر فرار نکنم به احتمال زیاد سکوت میکنم. اما اینجا دقیقا همینجا ما میبینیم که صبح روز عاشورا امام حسین سوار اسبشون میشن و سخن میگن، دعایی میخونن. و این دعا رو من میخواستم اینجا حالا باهاتون شیر بکنم، هم عربیشو میخونم هم فارسیشو، ترجمه فارسیشو. ببخشید، واضحه؟ میبینید همه؟ دعایی که ایشون میخونن، میگن که بسم الله الرحمن الرحیم، میگن که اللهم انت ثقتی فی کل کرب و انت رجایی فی کل شدت و انت لی فی کل امر نزل بی ثقت و عدت. کم من هم من یضعف فیه الفؤاد و تقل فیه الحیله و یختل فیه الصدیق و یشمت فیه العدو. انزلته بك وشكوته عليك اليك رغبه مني اليك عمن سواك ففرجته عني وكشفته وكفيته فانت ولي كل نعمه وصاحب كل حسنه ومنتهى كل رغبه. ترجمه فارسی این دعا میشه که خداوندا، تو تکیه گاه من در هر اندوه و امید من در هر سختی هستی، تو در هر پیش آمدی تکیگاه و مایه پشتگرمی منی، چه بسا غمهای گرانی که دل در آن سست می گردد و چاره از کف می رود و دوست دست از یاری بر می دارد و دشمن نکوهشی می کند و من آن را به پیشگاه تو آوردم و از آن به تو شفه کردم و فقط به سوی تو رو کردم و ندیگران و چارهش را از غیر تو نجستم، پس تو مرا گشایش دادی و آن غمها را زدودی. خداوندا، تو ولی هر نعمت و صاحب هر نیکی و غایت هر خواسته ای. من حالا اینو یک کم اینجا میذارم که دوستان اگر میخوام مروری بکنن خودشون بکنن. ناکنید اینجا امام حسین علیه السلام همونجوری که گفتم سکوت نمی کنن. درسته که این هجوم دردها و رنجشهای مختلفی، واقعا فشارهای مختلفی برگفتاریشون به نظر من یه جورایی تحمیل داره میشه و حاکمه و خودشون هم در دعای خودشون دارن ذکر میکنن. اگر دقت کنید من این دعا رو حالا 3 بخشش کردم. بخش میونیش میگه که راجب دقیقا همین غمهایی که در شرایط کربلا باش مواجهن صحبت میکنه، غمهای گرانی که دل در آن سست میگردد و چاره از کف میرود، دوست دست از یاری بر می‌دارد، عهد شکنی، افرادی که میتونستن یه زمان بهشون اتکا بکنن نیستن، اونجا در صحنه عمل نیستن و دشمن نکوهشی می‌کند، دشمنی که قوی تره و تمام یه جورایی از جهات مختلف اقلن مجهز تره، اونا به کسایی که ضعیفن رحمی نمی‌کنن، سرزنششون هم می‌کنن. و من آن را به پیشگاه تو آوردم و از آن به تو شکوه کردم. اینجا یه شکوه امام حسین علیه السلام میکنه و راجب غمهای اون شرایط داره صحبت میکنه. این شکوه یا شکایت شخصی نیست. شکایت علیه ظلمه، علیه اون شرایطی که داره اتفاق میفته. و باید هم سخن مفید و سخن حالا مقدس
به نظر من این المنت رو همیشه داره که علیه ظلم باید سخن گفت. اما انگار در همین شرایط، حالا میگیم که این به قول روان ویلیامز میگه که تو یه زمانهایی هستش که سخن ما دیگه انقدر تحت فشاره، زبان الهی میشه در همون لحظه، یه وجهه مقدسی پیدا میکنه. ما اینو انگار اصلا قبل از این مسئله، امام حسین قبل از اینکه اصلا راجب غم صحبت بکنه، ذکر توحید و وحدانیت خداوند رو داره مطرح میکنه. اول سخنش احدیت خداوند، وحدانیت خداوند رو داره تذکر میده. خداوند تو تکیهگاه من در هر اندوه و امید من در هر سختی هستی. تو در هر پیش آمدی تکیهگاه و مایه پشتگرمی منی. خیلی عجیبه تو اون زمانی که آدم تو این صحنه کربلا هستش، خلوتی صحنه کربلا، کسی مخاطب ما اونجا نیست. افرادی که جلوی ما هستن در اون صحنه جنگ هستن، افرادی نیستن که ما بهش بتونیم اعتماد بکنیم که پیام ما رو میفهمن، مسیج ما رو میفهمن. اما انگار امام حسین داره با یک کس دیگه صحبت میکنه، یک کسی که مطلقاً اونجا هست، مطلقاً در همه جا هست. حالا صحنه کربلا باشه یا غیره، همه جا، هم در همه مکان، در همه فضاها هستش. و اون کسی نیست جز خداوند متعال. و آخر صحبتشون هم دقیقا دوباره همین مسئله است. و فقط به سوی تو رو کردم و نه دیگران. و چارهش رو از غیر تو نجستم. پس تو مرا گشایش دادی، آن غمها را زدودی. اینجا خیلی جالبه. اگر دقت کنید، من اینجا تا الان هی گفتم که امام حسین دعا میکنه. اما دعاشون دعایی نیستش که انگار طلبی برای یا آرزویی برای آینده باشه، که خدایا یه فرجی ایجاد بکن که من از این مخمصه در میام. همچین آرزویی رو ما نمیبینیم. چیزی که میبینیم اینه که امام حسین علیه السلام خداوند رو در حالت گذشته، که گذشته و تجربه‌ای که از گذشته داشتن داره ذکر میکنه. میگه پس تو مرا گشایش دادی و آن غمها رو زدودی. گذشته رو داره مطرح میکنه و هم در حال صحبت میکنه. خداوند رو انگار حال حاضر میبینه. تو ولی هر نعمت و صاحب هر نیکی و غایت هر خواسته ای. به خاطر همین من فکر میکنم که وقتی که با اون چیزی که روان ویلیامز میگه که نهایت مواجهه زبان با زبان یا گفتار ما با خداوند در سکوت اتفاق میفته، تا یه حدی این درسته و شاید برای اکثر ماها این واقعیت داشته باشه. یعنی شاید ما یه زمانی هستش که احتیاج داریم و برای اینکه پروسس بکنیم اتفاقاتی که تغییراتی عظیمی که در زندگی های شخصیمون داره میفته، در کربلاهای شخصیمون، حالا اینطوری بگم. اما برای افرادی مثل امام حسین علیه السلام که یک فکر کنم مقام و منزلت خاص دیگه ای دارن، همون اون نه فقط انگار شکنندگی زبان وجود نداره، اما انگار به خاطر معرفتی که به وحدانیت خداوند دارن، به توحید خداوند توحید دارن، خودش اصلا همین معرفت یه زمینه‌ای فراهم میکنه که امام حسین بتونه در اون صحنه‌ای که هیچ مخاطبی نداره سخن بگه. سخنی که برای ما انگار یه مرهمی هست برای دردهای ما، برای کربلاهای ما، برای عاشوراهای ما. به خاطر همین من فکر کنم نهایتاً تقدس زبان، تقدس گفتار در یک قالب، در قالب یک جهانبینی توحیدی واقعاً فقط میشه تعریف بشه. همون جوری که امام حسین علیه السلام برای ما به هر حال نشون دادن و یه الگویی هستن. برها امیدوارم که صحبتم واضح بوده باشه. خیلی ممنون. خیلی استفاده کردیم عزیزان. در حاضر در سالن یا آنلاین یک صلواتی برای سلامتی خانم موینی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی استفاده کردیم. ممنون که وقتتون رو گذاشتین. حالا این وقت از نیویورک هم بس شدین. ان شاء الله بتونیم در یکی دو ماه آینده در خدمت شما
خواهرتون باشیم برای معرفی مرکز آموزشی ادیب. خیلی متشکریم. ممنون. خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما.